دا سهر ژوند خبرونه په دوام کې له تاسو سره یو او تاسو هم دغه شی به کولای شئ چې د سله شړې دوی په مودرن یو شی پنځه فم څخه زموږ د خبرونه اوریدونکي هم و اوسې و درې بخش برنامه باز هم مهمان دارستیم استاد امرودین امانی با ما در برنامه هستند و امروز هم در مورد یکی از موضوعات بسیار مهم بر ما معلومات خواهد داد، قسمی که بر همه ما معلوم است. دین اسلام یک دین کامل و همه جانبه است و در مورد تمام بُعدهای زندگی ما قوانین خاص خود را داره، که امروز هم در مورد یکی از موضوعات بسیار مهم که نظام اقتصادی در اسلام است، استاد امرالدین امانی بر ما معلومات خواهد داد که نظام اقتصادی در اسلام چیست، دارای کدام خصوصیات، کدام احکام است و چندین نوع سرمایه‌گذاری در دین اسلام از بر ما معلومات خود دادن. استاد خوش آمدین، صبحتان بخیر. شکر، سلامت باشه و بسیار خوشحال هستیم که بازم شما را در برنامه با خود داریم. امروز هم یکی از موضوعات بسیار اساسی و مهم است که شما بر ما معلومات میدین. خب استاد، نخست در مورد نظام اقتصادی بر ما بگوین که نظام اقتصادی از دیدگاه دین اسلام چی است؟ الحمدلله، الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. نخست از همه سلام عرض ادب دارم به شما همکارانی تکنیکیتان و بینندگان محترم. واقعا دین مقدس اسلام یک دین جامع و دین کلی و دینی است که در برنامه همه ابعاد و برنامه های زندگی بشریت هست. اقتصاد اسلامی نسبت به همه اقتصادهای جهان که در مجموع دو نوع اقتصاد وجود داره، یک اقتصاد اسلامی، دیگریم اقتصاد غیر اسلامی. نظام اقتصاد اسلام، نظام از کلمه نظم گرفته شده به معنای ترتیب و تنظیم دادن، طوری که مردم عرب استفاده میکنند و میگویند که نظمت الجواهر فی سلکی، ما تنظیم کردم جواهرات را فی سلکی در تاری. یعنی هر آنچه که با نظم باشه، اگر او خانواده باشه با اون نظام خانواده گفته میشوه، اگر بخش اقتصاد ما با نظم باشه نظام اقتصادی گفته میشوه، اگر سیاست ما با نظم باشه با اون نظام سیاسی گفته میشوه. اقتصاد در لغت به معنای وسطیت، به معنای میانه روی، مردم عرب استفاده میکنن که القسط القسط. اقتصاد نام از برای میانه روی و بعضی هم معنا میکنن که اقتصاد به دست آوردن چیزی را گفته میشه و هر آنچه که ما به دست میاریم اقتصاد هست. و در اصطلاح عبارت از احکام و قواعدی است که عایدات، مصاریف و اشکال پیشرفته جامعه را در ساحه‌های مختلف او ترتیب و تنظیم میکنه یا از این بحث میکنه. و اقتصاد اسلامی واقعا دارای مفهوم و ویژگی های خاص می باشه که او ویژگی هایی که در نظام اقتصاد اسلامی هست در دیگر نظام ها وجود نداره. بسیار خوب. خب استاد، میشه در مورد ویژگی هایش بر ما بگویند که نظام اقتصاد اسلامی دارای کدام ویژگی ها می باشه؟ برای ویژگی ها هم گفتم میتونیم یا تفاوت هایی که نظام اقتصادی اسلام با نظام اقتصادی غربی داره یا دیگر کشورها. اول، نظام اقتصادی اسلام سرچشمه از اعتقاد میگیره. یعنی هر تاجری ما باید به این باور و اندیشه باشه یا به این یک تجارت کند که و ما عقیده و باور داریم که تجارت ما عین عبادت هست، حتی از عبادت های انفرادی کده هم بالاتر میباشه. اقتصاد به این معنا که ما زیاد از انسان ها را نجات میتیم به خاطر فقر، به خاطر کاهش فقر یا هم غریب بودن ما کار میکنیم، طوری که الله متعال میفرمایند که اگر باشندگان یک قریه اگر ایمان بیارن و از خدا بترسن، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، ما برکت های خود را از آسمان و زمین سرازیر میکنیم. ولیکن کذبوا فاخذناهم بما كانوا یکسبون، اگر یا دروغ بگن یا در تجارت از آنها صداقت وجود نداشته باشه، ما به سبب عمل کردشان یا را تباه میسازیم. به این معنا که یک تاجری واقعی و باید به این یک تجارت کنه که تجارت از او عین عبادت بوده.
و دوم در نظام اقتصادی اسلام توازن فردگرایی و جامعه‌گرایی وجود دارند. یعنی در نظام اقتصادی اسلامی هم منفعت فرد در نظر گرفته شده و هم منفعت جامعه در نظر گرفته شده. به این معنا که ما میتونیم گفت که فرق بین نظام اقتصادی اسلامی و همچنان نظام اقتصاد غربی زاویه مثلث هست. در نظام های اقتصادی اسلام رعایت سه چیز لازمی باشه: رضایت پروردگار، منفعت خود شخص و منفعت جامعه. اما در نظام های غیر اسلامی یا نظام های اقتصادی غیر اسلامی یا غربی ها، اونجا فقط منفعت خود شخص در نظر گرفته شده، رضایت یعنی الله متعال در نظر گرفته نشده و منفعت جامعه یا افراد هم در نظر گرفته نشده. به او خاطر ویژه هایی که در دین مقدس اسلام است در دیگر نظام اقتصادی دیگر وجود نداره. بدون شک ویژگی های بسیار خوب را داشت، بسیار عالی را داشت نظام اقتصادی اسلام نظر به نظام های دیگر که اگر به صورت درست تطبیق شود واقعا که یک نظام بسیار زیبای است و واقعا کشور بسیار خوب پیشرفت کرده میتونه. خب استاد، با وجود از اینکه قدر یک نظام خوب داره، قوانینش بسیار خوب است، چرا در تمام کشورهای تطبیق نمیشه و چرا در کشور خود ما هم به صورت درستش تطبیق نمیشه؟ واقعا کسایی که در رأس نظام ها قرار می گیرند مسئولیت از آنها باشه و نرخ اگر تعیین می شود در بازارها باید نرخ از طرف حکومت های اسلامی باید تعیین شود. در این شک نیست که نه تنها ما در راستای اقتصاد اسلامی بلکه در تمام عرصه ها ما بهترین قوانین را داریم، اما متاسفانه که تطبیق نمیشه و کنترلگری وجود نداره و یکی از جمله مسئولیت های حکومت های باشد که باید نرخ بازار را باید کنترل کنند و چی در افغانستان وارد میشه، چی از افغانستان صادر میشه و کنترل همه از این مسئولیت حکومت ها میباشه. اگر به صورت درستش کنترل شه واقعا هیچ مشکلی وجود نخواهد داشت. خب استاد، در مورد احکام و خصوصیات نظام اقتصاد اسلامی بگویید. برای در نظام اقتصادی اسلام یا در قرآن کریم تقریبا دو نوع احکام بیان شده، یکی هم احکام ثابت هست، دیگری هم احکام متغیر هست. احکام ثابت به این معنا هست که آنچه که پروردگار گفته که حلال است و حلال می باشد و آنچه که حرام است و همیشه حرام می باشد و حلال خداوند را هیچ کس حرام قرار داده نمی تانه و حرام خداوند را هیچ کس هم حلال گفته نمی تواند. یه احکام ثابت هست، امروز هم هیچ کس تغییرات آورده نمی تانه در قوانین الهی. دو احکام متغییر هست که این تغییرات خدا داره، تغییر می آید و ماندی واردات و صادرات موازنه ها و در هر عصر و زمان تغییرات خدا داره و بعض جوابی باور هستن که دین مقدس اسلام منحصر به نماز، روزه و زکات و حج است. نه خیر، این گپ نیست، بلکه نظام اقتصادی اسلام همه برنامه ها آباد زندگی انسان را در نظر میگیره. بعضی ها میگن که در قرآن کریم سه نوع احکام دیگری هم ذکر شده. یکی هم احکام اعتقادی هست که این به انسان مکلف برمیخوره، مانده فرایض، واجبات، سنت و غیره و غیره. و دوم احکامی که در قرآن کریم تذکر داده شده، ذکر شده، احکام اخلاقی هست که یم به فعل و عمل کرد و گفتار و کردار یک انسان وابستگی داره. و سوم احکام عملی هست. احکام عملی شامل عایدات، مصاریف و موازنه ها و صادرات و واردات همه گیره در بر میگیره. از این معلوم میشه که نظام اقتصادی اسلام هم یک بخش کلیدی دین مقدس اسلام است. واقعا اگر نظام اقتصادی اسلام یا قوانین اقتصادی اسلامی به شکل درست در جامعه اگر رعایت شود و ما فکر نکنم که اینقدر دربدری یا بدبختی که امروز وجود داره، جاده ها پر از فقیر و غریب می باشند و دست گدایی درست کردن و این باعث یعنی از بین بردن همه خوش به حساب امی وضعیت اقتصادی مردم می شود. در زمان عمر بن عبدالعزیز و او در زمان خلافتش که به نام خلیفه پنجم مسلمان ها مشهور است و این 5 سال یک کمیته را تعیین کرد به خاطر جمع‌آوری زکات و زکات جمع‌آوری میشد و از طریق بیت المال برای طبقه فقیر و غریب توزیع میشد و 5 سال سری این جمع‌آوری زکات کار کرد و سال ششم غریب و فقیر یافت نمیشد که برای از او زکات پرداخت شود. واقعا ما بهترین قوانین را داریم، اما کمیته باید تعیین شود در این راستا تا اینکه زکات به شکل درست جمع‌آوری شود برای طبقه فقیر و غریب
توضیح شوه انشالله فقر و غربت از بین میره. انشالله. و امروز ما در یکی از گزارش ها هم داشتیم که حکومت امارت اسلامی یک طرح جدید ره در مورد 10 زکات داره که به زودترین فرصت تطبیق خواهد شد و امیدوارم که به صورت درستش تطبیق شوه تا ما در آینده شاید هیچ فقیری در جامعه و در کشور خود نباشیم. خب استاد، در مورد انواع سرمایه گذاری بگوین که در نظام اقتصادی چند نوع سرمایه گذاری است؟ در نظام های اقتصادی اسلام 3 نوع سرمایه گذاری وجود داره. یکی هم سرمایه گذاری تولیدی هست. سرمایه گذاری تولیدی به این معنا که یک تاجر 100 یا 200 اراده ماشین آلات را در افغانستان وارد میکنه و از طریق او مثلا شرکت تیکه یا مسائل پوشیدنی تولید میکنه، به بازار عرضه میکنه و پولی که از این طریق به دست میاره ای به نام سرمایه گذاری تولیدی است که درست است. دوم سرمایه گذاری منفعتی هست. کسی آپارتمان، خانه، بلاک میسازه و به فروش میرسونه یا کرایه از او را میگیره، از این طریق پولی که به دست میاره، منفعتی که به دست میاره حلال است. و سوم سرمایه گذاری تجارتی هست، به این معنی که از طریق یعنی تجارت مشروع و اون نفع یا منفعت که به دست میاره ای به نام سرمایه گذاری منفعتی است که علاوه از این سه نوع سرمایه گذاری دیگه هیچ نوع سرمایه گذاری در دین مقدس اسلام نیست و جواز هم نداره. بسیار خوب، بسیار تشکر استاد از معلومات زیبایتان که با ما شریک ساختن و در اخیر هم گفته های اگر از شما باقی مونده باشه میشنه. طوری که پیامبری بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم میفرماین که هر انسان در هر گوشه و اطرافی که است، مخصوصا زمانی که تجارت میکنه، به این نوع تجارت کنه یا به این شکل تجارت کنه که خداوند متعال او را میبینه. در هر عصر و زمان الله متعال حاضر است. فعبد ربک که انک تراهو، یعنی خدا را عبادت کو. یا تجارت داری، اگر تجارت خرد است یا بزرگ است، تو به شکل تجارت کو که باید در رو ترازی خود کمی و نقص وجود نداشته باشه و این عین عبادت شما. دقیقاً، بسیار حدیث زیبایی بود که با ما شریک ساختن و امیدوارم که همه تجاران ما قبل از اینکه به تجارت خود آغاز بکنه در معلومات کافی را داشته باشن در مورد قوانین دین اسلام و اگر به صورت درستش تطبیق کنن واقعا که یک تجارت بسیار عالی را خود داشتن. بسیار تشکر استاد از اینکه تشریف آوردین و ان شاءالله که باز هم شما را در برنامه آینده با خود خاطر داشتیم. روزتان خوش، سلامت باشین. در حال حاضر هم وقفه بسیار کوتاهی را میگیریم و در ادامه برنامه صبح زندگی با شما هستیم.